از این دیر شود، هر زم نوشته پای تقدیر شود، هر لحظه بی گناهی زنجیر شود. نگذار 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 چیست بخیس جای مردان بیست بخیس جای. این انقلاب سیاه ترین و شوم ترین و شرم‌آور ترین روز تاریخ کشور ماست. این از قادسیه بدتره. قادسیه را اعراب تازی به ایران حمله کردن، آنها بیگانه بودن و کشور ما را فتح کردن، ولی این بار کسانی با پوشاک ایرانی، با نام ایرانی، با شناسنامه ایرانی، قادسیه نجیتر از قادسیه اول آفریدن. بزرگ است اهورامزدا، او که این بوم آفرید، او که آسمان آفرید، او که شادی آفرید مردم را. منش نیک را می ستاییم، پایداری در برابر تاریکی را، پایداری در برابر شیون و مویه را. با درودهای فراوان به همیهنان گرامیم، پری سفاری هستم از سنگر بیداری، پایداری، پیروزی، از برنامه های رادیو تلویزیون مستقل و 24 ساعته بیداری. امروز آدینه 22 خرداد ماه 2723 ایرانی مادی، 2574 ایرانی شاهنشاهی هخامنشی و برابر است با 12 ماه جون 2015 میلادی. ای مزدا اهورا، باشد که از آن تو باشیم و از کسانی باشیم که جهان را تازه می‌گردانند. باشد زمانی که خرد دست خوش سستی و نااستواری است، راستی به یاری ما آید و اندیشه ما را به هم نزدیک گرداند. آنگاه که شکست و تباهی به دروغ فرود آید، آنان که با نیک نامی کوشا و به نیکی شناسا بودند، در سرای خوش اندیشه نیک مزدایی و راستی، آرزو و خواست خیش را برآورده خواهند یافت. ای مردم، هرگاه این آیینه برنهاده مزدا را دریابید که کیفر رنج دیرنده از آن دروندان است و شادی و سود بیکران برای راستان، آنگاه در پرتو این آیین به خوشبختی و رستگاری راستین خواهید رسید. ایدون باد. Morning arrives, good thoughts thrives, bits of our lives joyful revives. Darkness is gone, light is not down, youth rise up, fresh, mighty and shine. Sing your shalom, sing your tohu, sing your shalom. Light of fire of love, help the world peace in harmony of ancient love. Keep alive sacred faith, move forward with wisdom of grace. On a shambhu, buya sohu. On a shambhu, buya sohu.
you do good out of your own goodness. Do it with heart, do it with love, for the sake of kindness. Hey you, listen to your soul, follow the path of Asha in the name of Ahura. Seeking your own happiness in the other's joyfulness. There's always hope in the cold and darkness, as long as we are on the side of righteousness. Keep sacred Fravaha, good thoughts, good words, good deeds. Hold precious wisdom of the past, future's bright, ever fresh and ever last. Think of good thoughts, say of good words, do of good deed, be good and live. Sing your shalom, say your tohum, sing your shalom, say your tohum. Good thoughts, good words and good deeds. Be kind, be good and lead. Good thoughts, good words and good deeds. Be kind, be good and lead. آرمان رهایی ایران از یار گرانمایه من کوشا و روانشاد، یارای همیشه گرامی و نازنین من. ای ایران، ای سرزمین اهورایی، ای پربهاترین خاک دنیا، ای ایران، ای سرزمین بی همتا، ای پیشگام خرد و آزادی. ای ایران، ای سرزمین دلیران، ای شکوه بزرگی های انسان. ای ایران، ای نخستین آزاد کننده بردگان، ای سرزمین کوروش و بابک. ای ایران، ای سرزمین فردوسی پاکزاد، ای خاک خوب انسانی. روان ما آکنده از یاد سربلندی های توست. تو پاکی اهورایی خود را باز خواهی یافت. ای ایران، ای شیر ژیان، شایسته نیست درنگی در بردگی بمانی. این ننگ تو را سزاوار نیست. دل خود پر ز آتش کن و دشمنانت را بسوزان. ای ایران، ای یاد بزرگی هایت راز زنده بودن ما. ما تو را در چنگال اهریمن رها نخواهیم کرد. خورشید پاک سرشتی دیگر بار بر فراز تو خواهد درخشید و ایزد راستین تو را دیگر بار روشنی خواهد بخشید. ای ایران، چه زیباست روزی که درفش آزادیت را برافرازیم. روزی که تو دیگر بار سرفراز و خرسند، فرزندانت را لبریز از شادی و سربلندی سازی. ای ایران، ای سرزمین اهورایی بزرگ، فریاد شادی دخترانت همانند شمشیر بر دل اهریمن فرود خواهد آمد. و چه شیرین خواهد بود هنگامی که سرودهای سربلندی تو در آذربایجان و سیستان، در خوزستان و خراسان خوانده می شوند. ای ایران، ای پربهاترین خاک دنیا، فرزندانت از دور دست به سوی تو باز خواهند شتافت و با سرودهای ستودنت آغازی نوین را نوید خواهند داد
و پیمان خواهند بست، با نیروی خرد پاسدار تو باشند، تا دیگر هرگز زهریمن توان گزند تو نیابد و تو برای همیشه آزاد و پاک و سربلند بمانی. همیهنان نازنین و گرامی من، حتما آگاه هستید که 12 ژوئن یا 12 ماه جون روز جهانی منع کار کودکان است. در میهن ما فعالان حقوق کودک از رقم‌های میلیونی خبر می‌دهند برای در واقع به بردگی کشانده شدن کودکان ایرانی، و شمار کودکان کار که از سن خردسالی در میان آنها 3-4-5 ساله هم دیده می‌شوند برای یاری رسانی به لقمه نان بیشتر برای زنده ماندن که کار می‌کنند، و هزاران آسیب و گزند و بلا بر سر این کودکان ایرانی فرود می آید. اما جانیان اشغالگر که با آنان مقامات دولتی ایران می گویند رقمهایی بسیار کمتر، به مراتب کمتر، به گونه آماری بازتاب می دهند. معاون آموزشی نهضت سواد آموزی کشور، یکی از همین بردگان و غلام بچه ها و یا تازیان و تازی زاده هاست، او میگوید طی 2 سال اخیر، تازه آمار زیبا شده این دروغ باوران و دروغ گویان و دروغ گوهران، یعنی مسلمانان باورمند اشغالگر، طی 2 سال اخیر 143 هزار کودک ایرانی در هیچ مدرسه‌ای ثبت نام نکردند. سال گذشته 67 هزار دانش آموز فقط در مقطع ابتدایی ترک تحصیل کردند. به گفته یک مقام سازمان بهزیستی کشور، حدود 70 هزار کودک خیابانی در کشور وجود دارد. این مقام سازمان بهزیستی شناسایی و پیگیری های آموزشی این افراد عمدتاً از طریق سازمان های مردم نهاد که در واقع همان NGO ها هست و یا آموزش و پرورش انجام می شود، چون در ایران دولت ایرانی در کار نیست. از میلیاردها میلیارد سرمایه ها و ثروت همین کودکان نابود شده در واقع صرف گسترش تروریسم و آدم کشی، آدم ربایی، شکنجه و یا پر کردن حساب های جانیان و هرزه زادگانشان در سراسر گیتی می شود. سازمان های مردم نهاد اما همچنان شناسایی و ثبت این کودکان از مشکلات اساسی در ساماندهی آنان است، زیرا حال دلیلش خیلی خوب است، بسیاری از آنان مجهول الهویه و فاقد اوراق هویتی هستند، یعنی در واقع وجود ندارند. آنان را میبینید، اینان میگویند بیش از 70 هزار تن، اما آنانی که به حقایق جامعه ایران وارد هستند و فعالان حقوق کودک و NGO ها، همین سازمان هایی که مردم خودشان برای هر موضوعی ترتیب دادند، شمار این کودکان را میلیون ها تن می دانند. حتی اگر شناسنامه ای هم داشته باشند،
بردگان خردسال در سرزمین کوروش، یعنی فرزندان کوروش، بیش از 2500 سال پس از او در ایران به جای کودکی، به جای آموزش، ورزش، آسایش، بازی و شادی های زندگی، گرسنه و زیر دست هزاران آسیب و بسیارانی در خیابان ها مورد دست درازی جنسی قرار می گیرند. سرزمین کوروش است ایران. بسیاری از آنان مجهول الهویه و فاقد اوراق هویتی هستند. به گزارش یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل، کودکانی که در واقع به عنوان بردگان کوچولو کار می کنند، شمار آنها 150 میلیون نفر در جهان گزارش شده است. در سرزمین ثروتمند ایران، در سرزمینی که پیش از قادسیه دوم کثیف و ننگین، دستاورد خائنین و یک توطئه اهریمنی جهانی، ایرانیان با واژه‌ای به نام کودک خیابانی آشنا نبودند. بعد از آن خبر، این خبر را هم میهنانم بشنوید. نماینده ویژه سازمان ملل در سوریه خبر داد که جمهوری اسلامی سالانه 6 میلیارد دلار به رژیم سوریه کمک مالی می کند، مبلغی که به نوشته بلومبرگ در سالهای 2012 و 2013 بین 14 تا 15 میلیارد دلار بوده است. میلیارد است، نه میلیون، نه 100 میلیون. در سالهای 2012 و 2013 سالانه 14 تا 15 میلیارد دلار از سرمایه های ایرانیان، کودکان خیابانی، کهنسالان کوبیده و تحقیر شده ایرانی، میلیون ها خانواده ای که نیمه گرسنه زندند در ایران، داراییشان، بخشی از داراییشان صرف نگاهداری جنایتکاری به نام بشار اسد و توسعه آدمکشی و تروریسم محمدی در آنجا و همه منطقه می شود. فقط یک قلمش. تا کنون اخبار گوناگونی درباره کمک‌های مالی رژیم اشغالگر ایران به رژیم سوریه منتشر شده است. برای نمونه 3 سال پیش رسانه‌ها خبر از 2 کمک 5 میلیارد و 800 میلیون دلاری و سپس 3 ماه بعد کمک 10 میلیارد دلاری را منتشر کرده بودند. آن زمان وزارت خارجه بریتانیا گزارشی در این باره منتشر کرد و در آن به محاسبه هزینه کارهایی پرداخته بود که دولت قادر بود در داخل ایران انجام بدهد. مسائل نظیر تسهیلات آموزشی، یعنی 347 هزار کلاس درس با آن پولایی که سوزانده شده است برای گسترش جنایت اسلام، 347 هزار کلاس درس، تأمین اجتماعی و خدمات درمانی،
افزایش 350% بودجه خدمات پزشکی، ایمنی جاده ها یعنی 3850 کیلومتر بزرگراه از جمله مسائل مورد اشاره در آن گزارش بوده است. گزارش دیگر، فاجعه‌ای به نام سکته قلبی در میان جوانان ایران. متخصص قلب و عروق دکتر محسن قراخانی میگوید 35 سال است که در حیطه بیماری‌های قلبی در حال فعالیت هستم. در سال‌های گذشته به ندرت دیده می شد که جوانی دچار عارضه سکته قلبی شود. او افسود در 30 سال گذشته بیشتر مشکلات روماتیسم و دریچه‌ای بود که بیمار را گرفتار می کرد و سکته قلبی به ویژه در جوانان به ندرت دیده می شد. اما متاسفانه امروز تعداد سکته های قلبی میان جوانان زیاد شده است. او میگوید 30 سال مدت زمان آنچنان طولانی نیست که طی آن تعداد سکته های قلبی در جوانان تا این اندازه رشد داشته باشد. جوانان امروز ورزش را به دست فراموشی سپردند. یک جانشینی و عدم جنب و جوش و شادابی است که باعث افزایش آمار جوانان مبتلا به سکته های قلبی شده است. سکته قلبی به طور معمول با افزایش سن و در دهه های 60 تا 70 زندگی احتمال وقوعش بیشتر است، اما اکنون به سن 20 تا 30 سال هم رسیده است و این یک فاجعه است. از ایران ما ماتمکده ای 24 ساعته جوانان در دلخوره و ترس و نگرانی، بیفردایی، فقر تحمیلی بر آنان، نیافتن کار، نداشتن شادی، نداشتن آزادی، حتی به گونه آزاد و راحت، دست در دست یکدیگر در خیابان، در کافه‌ای، در پارکی راه بروند، بنشینند، گفتگو کنند. از بام تا شام زجه و مویه و خودکشی کردن برای کثافات عربی که در 1400 سال پیش گور به گور شدند، آنان و طایفه هایی که ایرانی را یا کشتند یا تجاوز جنسی کردند یا تاراجش کردند و 1400 سال نگذاشتند آب خوشی از گلوی ایرانی پایین برود. فضای سیاه، زجه، دروغ، دزدی، فساد، کشتار، قتل، غارت. انقلاب شکوهمند خائنین. از آریا جان خواهش میکنم، آریای نازنینم، شماره 3 کلیپی سمیهنانم چند دقیقه با هم میبینیم و پس از آن دوباره با شما گرامیان و یاران خواهیم بود. اما پیش از آن در هر حال گزارش کوتاهی از وضعیت مالی سنگر داشته باشم. یاری چند تن از یاران رو دریافت کردیم، با یک جهان سپاس از این یاران گرامی ما. بانو آتوسای نازنینم، یاری ماهانتون واریز شده بود، سپاسگزارم، رسید. بانو کردی گرامی و نازنینم، یاریتان رسید. بانو کردی عزیز، سپاسگزارم. سرباز میهن گرامی و نازنین، یاریتان رسید، سپاسگزارم. پیروز بهادر نازنین و گرامی من، یاریتان رسید. پیروز جان یک جهان سپاس.
و بانو و کتبان ایران یار نازنین یاریتان دریافت شد. همیهنان نازنین، ما حدود یک ساعت و نیم تا پایان برنامه زمان داریم و امروز 12 ماه جون است و در واقع سه‌شنبه که دوباره امیدوارم که بتوانم باز در سنگر باشم، در واقع نیمه ماه را ما گذرانده ایم. دوشنبه 15 است و سه‌شنبه 16 و وضعیت مالی سنگر دیگر نیازی نیست تکرار کنم. حتما همه شما هم میهنان و یاران که برنامه ها را دنبال می کنید و یا هر از گاهی دنبال می کنید آگاه هستید از وضعیت مالی بسیار بد سنگر بیداری. بنابراین امیدوار هستم که به ویژه در فواصل پخش کلیپ ها یار و یارانی با هر مبلغی که مایل هستید اما شرکت داشته باشید در نگاهداری این سنگر و یاری رسانی به آن که ما بتوانیم ادامه بدهیم با همین وضعیتی که است. آریا جان، شماره 3 رو با هم ببینیم و بشنویم.
نمیتونیم تحمل کنیم این مطلبی را که آقایان میخوان با اون مغزهایی که در اروپا تربیت شده است درست بکنن. ما میخوان اسلام را تربیت بکنیم. اینها از یکی از اینا آمده بود گریه میکرد که چرا بعضی از اینا را میکشن، نه این آخری ها را، نه این که آخر خالی مثلا میکشتن. اینا باز توجه ندارن که اسلام در این حالی که تربیت است، یک مکتب تربیت است، لیکن اون روزی که فهمید قابل تربیت نیست، 700 نفرشون را در یک جا در یهود بنی قریظه را در حضور رسول الله میکشن، گردن میزنن به امر رسول الله. لیکن اون روزی که فهمید قابل تربیت نیست، 700 نفرشون را در یک جا در یهود بنی قریظه را در حضور رسول الله میکشن، گردن میزنن به امر رسول الله. 700 نفرشون را در یک جا در یهود بنی قریظه را در حضور رسول الله میکشن، گردن میزنن به امر رسول الله، 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 گردن میزنن به امر رسول الله. آرین شانینا، آرین شانینا، آموزه های شانینا، های شانینا، های شانینا، های شانینا، آرین شانینا، آرین شانینا، آموزه های شانینا، های شانینا، های شانینا، های شانینا، آرین شانینا، آرین شانینا، آموزه های شانینا، های شانینا، های شانینا، های شانینا، آرین شانینا، آرین شانینا، آموزه های شانینا، های شانینا. با درودی دیگر باره همیهنانم به گزارش والستر ژورنال، جمهوری جنایت اسلامی به طالبان تروریست و جنایتکار در افغانستان یاری مالی و نظامی میرساند. کانها همواره میگویند ایران، جمهوری اسلامی نمیگویند، و یا میگویند تهران، باز جمهوری جنایت اسلامیشان را نمیگویند. تهران نه تنها به حمایت مالی و تسلیحاتی از طالبان روی آورده، بلکه شبه نظامیان یعنی تروریست ها، شبه نظامیان وابسته به این گروه را آموزش هم می دهد. والستر ژورنال از قول یک دیپلمات غربی که نخواست نام و ملیت او را بازتاب دهد می نویسد ایران یعنی جمهوری جنایت اسلامی کارتر و افریته و جانیان گوادلوپی روی ظهور دوباره طالبان سرمایه گذاری کرده است. آنها مطمئن نیستند که افغانستان اکنون به چه سمت و سویی حرکت می کند. به همین خاطر این یاری ها را می رسانند.
کمتر از یک ماه پیش در این سنگر هم هممیهنانم و خبر رو من بازتاب دادم. اخباری مبنی بر سفر یک هیئت سیاسی طالبان افغانستان به تهران بازتاب یافت که بلا فاصله دولت حسن کفتار بنفش مزدور تکذیب کردند، اما حسین آصفعلی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اشغالگران تازی در ایران همان زمان به روزنامه‌ای به نام قانون گفت که در گذشته نیز اتفاق افتاده ولی به خاطر مسائل امنیتی رسانه‌ای نشده بود. وال استریت ژورنال سپس از قول یک مقام ارشد دولت افغانستان بدون اشاره به نام او می نویسد که او گفته است ایران در ابتدا از طالبان پشتیبانی مالی می کرد، اما آنها اکنون طالبان را آموزش می دهند و تسلیحات در اختیارشان می گذارند. همه این خبرها را که هممیهنانم فقط بخشی از آنها را من برمی گزینم برای مطرح شدنش در این سنگر، در واقع ابعاد آن به اندازه ای فاجعه بار و ویرانگر است که به راستی تصورش و احتمالاتی که پیایند آنها می تواند باشد خواب و آرامش را از انسان می گیرد. اما ایران ما، میهن ما، میهن گرامی ما، هم میهنان گرفتار، کودکان گرامی ایران زمین در دست چنین کثافات تروریست محمدی اسیر و گرفتارند. گزارشی را فقط بخش هایی را هم میانانم از این گزارش به آگاهیتان میرسانم تا ببینید با میهن ما چه کردند. یک نظرسنجی است. ایران وایر این نظرسنجی رو انجام داده. 85% از کسانی که در این نظرسنجی شرکت کردند زندگی در کشوری غیر از ایران را ترجیح میدند. 85% از ایرانیانی که در نظرسنجی ایران وایر نظر دادند. 85%. اگر بتوانید آزادانه محل زندگی خودتان را انتخاب کنید کدام گزینه را انتخاب می کنید؟ در پاسخ به این پرسش 33.7% مخاطبان ایران وایر آمریکا را انتخاب کردند. 26% اروپا را برگزیدند. 15.6% کانادا را ترجیح دادند و 7.1% گفتند دوست دارند بروند استرالیا زندگی کنند. در بخش دیگری از این گزارش آمده است تنها 12.4% مخاطبان رأی دادند که در صورت داشتن حق انتخاب در ایران زندگی می کنند. 2.5% هیچ کدام از گزینه ها را پاسخ ندادند. یک بار دیگر عدد 12.4% مخاطبان رأی دادند 12.4% حق انتخاب برای ایران را با عدد 82.4% مقایسه کنید. البته دقیق تر باید با عدد 84.9% مقایسه کنید، یعنی ترکیه را هم حساب کنیم. 2.3% از مخاطبین پاسخ داده بودند که ترکیه را برمی گزینند. تقریبا میل به انتخاب یک کشور دیگر به جز میهن، به جز ایران، در میان مخاطبان فارسی زبان ایران وایر 7 برابر است نسبت به میل انتخاب به عنوان انتخاب ایران به عنوان محل زندگی. 7 برابر بیشتر است.
از آنانی که میخواهند در ایران بمانند، 7 برابر میخواهند در کشوری دیگر زندگی کنند. یک مخاطب نوشته است: ایران وطن ماست، فقط از بد روزگار به دست عده‌ای بیگانه اشغالگر افتاده. برخی کاربران به دوران پهلوی اشاره کردند و گفتند اگر ایران قبل از انقلاب 57 بود، انتخاب اولشان ایران بود. خوب بیاندیشیدم میانانم. ببینید در این 36-7 سال آن برنامه سیاه و تباه اسلام کثیف خونریز تروریستی و برنامه استعماری به کجا کشانده و رسانده است؟ سرنوشت ملی ما را، کل سرنوشته تک تک ما، میهن ما، تاریخ ما، اکنون ما و آینده ما را. اگر ایران قبل از انقلاب 57 بود، انتخاب اولشان ایران بود. دلایل دیگری هم دادند: اگر در ایران دموکراسی حاکم بود، یکی از مخاطبان گفته است، حاضر بودم با هر سختی اقتصادی بسازم ولی در کشورم بمانم. انتقادهای دیگری هم نوشته شده است. برای نمونه، اینجا وطن عرب هاست، فلسطین، یمن، لبنان، سوریه، وطن جوانان عراقی که به مشهد میان و با ناموس ایرانی چه و چه می کنند، آن هم به خاطر فقر و بدبختی. این فقط یک نظرسنجی سمیهنانم از گروهی از ایرانیان که در واقع به ایران وایر سر می زنند و در این نظرسنجی شرکت کردند، اما نمونه ایست از ابعاد بزرگتر این داستان. و ما را بهتر با آن بلا و مصیبت و بدبختی و نکبت تاریخی که بر سر خودمان و میهنمان آمده است ملموس‌تر آشنا می کند. سخن و گفته و دیدگاه خود ایرانیان، هر چند تعدادی که بودند و در این نظرسنجی شرکت کردند، یکی دیگر هم گفته است: ایران سرزمین مقدس منه، وطن انقدر بیارزش نیست که با خوشی کوچک به فروشیش. به خاطر یک وجب خاکش در جنگ چالدران 45,000 کشته دادیم. بله، در هر حال همیهنانم، ایرانی است که اکنون آنجاست. این سخن من برای برخی از همیهنان و یاران که شاید بیننده و شنونده بوده اید سالهای سال تکرار است، اما هنگامی که سخنی راست است و چاره‌ساز هم هست در این بدبخت‌ترین و سیاه‌ترین دوران تاریخ میهنمان، باید آنقدر بگوییم و بگوییم و تکرار کنیم و تکرار کنیم تا در گوشمان و در جانمان بنشیند و ما را وادارد به حرکت، به اقدامی جدی، نه فقط سخن گفتن، نه فقط شعار دادن. ایران ما در این شرایط بزرگترین نیرو را دارد برای آزادیش، اگر هیچ کدام از زمینه‌های دیگرش را ما در نظر نگیریم.
6 تا 7 میلیون از فرزندانان آب و خاک. شما نیمی از آن را هم به حساب آنانی بگذارید که به مرور پول جمع‌آوری کردند و بیرون زدند و یا در دزدی‌ها شرکت داشتند و یا فقط برای اینکه آسوده زندگی کنند بیرون آمدند، کاری به ایران ندارند و فقط برای مسائل شخصیشان. 3 تا 3.5 میلیون تن، آنها را هم در نظر بگیریم، بخش بزرگی از آنها دیگر ایران را رها کردند یا در کهنسالی هستند و یا هزاران گرفتاری دارند یا در کشورهایی گرفتارند که در واقع فقط باید تلاش کنند بر روی زمین خودشان را نگاه دارند و زندگی را با بدبختی بگذارند. اما می توانیم 1 میلیون تن را به شما را آوریم که می توانند کاری کنند. آیا می توانیم نصف این میلیون تن را به شما را آوریم؟ 500,000 ایرانی میهن پرست با اراده فداکار به میدان بیایند، با پول و وقت و زمان و هر آنچه را که میتوانند. آیا 100,000 تن را میتوانیم به شما را آوریم؟ از آریا جان خواهش بکنم، آریای گرامی، این دو کلیپ رو هم میهنانم در چندین برنامه قبل، شاید دو ماه سه ماه پیش یک بار پخش کرده ایم، اما من بران شدم که امروز یک بار دیگر این دو کلیپ رو که جمعاً 3 دقیقه و چند ثانیه، 1 دقیقه و چند ثانیه، شاید جمعاً 5 دقیقه هست، با هم ببینیم و باز بیاندیشیم بازی های ورای آن چیزی که به گونه انسانی ما میاندیشیم یا آرزو میکنیم، بازی های کثیف سیاسی، بی توجه به قتل عام انسان های بی گناه در آن منطقه، چه در ایران ما بیش از 36 سال فاجعه، کشتار هر روزه، هنوز ایرانیان می گریزند از دست انقلاب باشکوه بعد از 30-40 سال. بنگرید بیچارگان در عراق، در سوریه که دیگر نابود شده است، اکنون یمن را ببینید، کشورهای شمال آفریقایی را. باز السیسی بود جنبید و فعلا مصر را به گونه ای فعلا در امان گرفته است، وگرنه آنجا هم روشن نبود چه مقوله ای به پا شده بود تا اکنون. اینجا کلیپ را ببینید، از بام تا شام شما، اکنون شما در رسانه‌های اروپایی، نه فقط آمریکا، برنامه ها را میبینید، میشنوید، میخوانید، از فرانسه، آلمان، هر کجا، به فارسی یا به هر زبانی که میدانید، و در آمریکا بزرگترین متحدشان، مورد اعتمادترین متحدشان، عزیزترین یارشان، اگر فقط یک نام ببریم، میدانید چه نامی است؟ سعودی عربیا. مرکز جنایت، مرکز تولید و پرورش عفونت و جنایت و ترور و نگاهداری از جنایت و ترور اسلام اهریمنی. میلیارد میلیارد
سیاستمداران را در سطح جهان با شیوه های گوناگون در ظاهر کمک های خیریه رساندن به نهادها و بنیادهای مثلا پژوهشی و چه و چه و چه، اما همه فساد و همه دزدی خریداری کرده است. سرمایه گذاری های کلان در کشورهای از ام القرای اسلام جزیره اهریمنی بگیری تا هر کجای اروپا، و طبیعی است به دنبال آن اجازه دارد و کسی پیشگیرش نیست برای گسترش جنایت اسلام با ساختن مساجد میلیارد میلیارد دلاری، مراکز اهریمنی، مسلمان سازی، گسترش تباهی و تروریسم و ساختن کلونی ها و لانه های خطرناک مرگ و ترور که همه آنها یک نام دارد، اسلام، برای آینده ای زود و یا پس از آن. و اکنون چشم بستند. داعش آثار تاریخی سوریه را، عراق را نابود کرده است. اکنون گزارش ها یکی پس از دیگری، بمباران های مناطق تاریخی، برخی از آنها بازمانده از 2500 سال پیش در یمن توسط هواپیماهای اجاره ای عربستان سعودی که معلوم هم نیست خلبان هایش البته العربی یا سعودی هستند یا دوستان عزیز هستند. کسی صدایش در نمی آید. 36-7 سال نابودی و تاراج و دزدی که بیشترین خریدار این دزدی ها خود همین غربی ها بودند. آثار تاریخی ایران، داعش کسی نمی گفت. نابودی آثار تاریخی ایران به عمد، پنهان، آشکار. از آریا جان خواهش میکنم شماره 4 هر دو کلیپ رو پخش کنید. یک بار دیگه شاید عزیزان همه ندیدید اون برنامه رو، ما یک بار اینها رو پخش کردیم، اما خوب دقیق گوش کنید. این برنامه ها در واقع گزارش هایست، نه ایرانیان ساختن، نه ایرانیان در آن دخالتی داشتن، نه طاغوتی ها و نه شاهی ها و نه هیچ کسی. گزارش از هزاران گزارش و کلیپ ها، نوشتاری، گفتاری. بسیاری از مردمان جهان آگاهند، اما تصمیم گیران جهان را به اینجا کشاندند. شماره 4 آریا جان هر دو کلیپ را با هم ببینیم. Saudi Arabia just crowned a new king. A king that has stronger ties than his predecessor to the primary religion of Saudi Arabia, a version of Islam called Wahhabism. ISIS also claims strong ties to Wahhabism. So what is Wahhabism and how does it affect this region? Wahhabism is a strict form of Sunni Islam named after its founder, Muhammad ibn Abdul Wahhab. He preached that all Muslims should strictly adhere to the Quran's teachings. Over time, Wahhabism has grown to have a domineering influence on Saudi Arabian religious culture and politics. In Saudi Arabia, Wahhabism is seen as the true interpretation of Islam. They also believe that anyone who does not practice their version of Islam are heretics. This teaching has been the cause of tension within the Islamic world because Wahhabism sees other followers of Islam, like Shias and Sufis, as non-believers, a fact that ISIS has manipulated and overstated to justify their own terrorist agenda. They're practicing a kind of untamed Wahhabism, strongly encouraging followers to show no mercy to non-believers and issuing orders to kill anyone outside of the faith. And this isn't the first time that Wahhabism has been connected to a terror organization. Alongside ISIS, Wahhabi teachings have also heavily influenced Al-Qaeda and the Taliban. On the surface, it may seem like terror groups are adhering to the strict practice of Islam as a part of the religious crusade that allows them to justify violent action. However, there might be another reason why Wahhabism is being embraced by groups like ISIS. Experts believe that their ulterior motive might be financial. Wahhabism has its roots in Saudi Arabia, one of the richest countries in the world. It's understood that some Saudi charities and private companies are used as a front to fund extremist Wahhabi organizations like ISIS to the tune of $100 billion over the last 30 years. Funding has also been channeled into establishing Wahhabi schools in both Pakistan and Bangladesh, which has concerned local officials who believe the institutes are encouraging terrorism. So how did this happen? Well, we should mention that there is no evidence linking the Saudi government directly to funding terrorist activities. But some Saudi Arabian citizens are funding groups like ISIS.
Some experts argue that the citizens in question see funding radical groups as a way to gain a position of power and influence within the Islamic world. Other reports suggest that they might be using the strategy to limit Islamic extremism within their own country by sending young extremists abroad. The Saudi government is trying to restrict the private funding of terror organizations. According to a report by the Washington Institute for Near East Policy, the Saudi Arabian government is closely monitoring its financial sector in order to block suspect donations. Unfortunately, a combination of politics, logistics, and limited reach have impeded efforts by Saudi Arabia to counter terrorism financing. Scholars in Saudi Arabia have also come forward to defend Wahhabism, saying that the teachings are not aligned with ISIS and other terror organizations. They argue that Saudi Arabia and ISIS do not share an ideology. It is thought that Saudi's new king, Salman bin Abdulaziz, is keen on working closely with US President Barack Obama to bolster their counter-terrorism strategy. To find out more about Saudi Arabia's new king, click here to watch this video. Thank you for watching Test Tube Daily. We make videos every single day. Subscribe to our channel for more. The brutal executions by Islamic State have drawn comparisons to the increasingly regular beheadings carried out in Saudi Arabia. A top Saudi official hit back at international criticism, saying the country executes convicts on a legal basis, unlike Islamic State. However, both the terrorist group and the Gulf monarchy base their versions of justice on a hardline interpretation of Sharia law. Blasphemy, homosexual acts, treason and murder are punishable by death through beheading in Saudi Arabia and Islamic State. Under both regimes, convicted married adulterers can even be stoned to death. Stealing is also a serious crime in both cases and is punishable by the amputation of a hand. In fact, since the start of the year, more people have been publicly put to death in Saudi Arabia than actually under Islamic State. The Saudi record has been slammed by human rights watchdogs, though Western governments are turning a blind eye because of their alliance with Riyadh. Well, that's according to activist Danny Mackey. This is not just a violation of human rights, it's a violation of pure humanity. So when Saudi Arabia compares this to a legitimate Islamic way of punishment, then they're no better than ISIS. In my opinion, Saudi Arabia has a sort of political consensus or a deal with the Western countries. They continue to commit human rights abuses, and in return, the West is silent on this for political credit, for a continuation and excellent economic relations. Saudi Arabia, in terms of a human rights sense, is one of the worst states in the world, and the king being deceased and a new king coming into power, this won't change anything, as this is a problem within Saudi Arabia which is met with genuine silence by the West, and this makes the West complicit in these forms of violence perpetrated by Saudi Arabia. بله این بار شانس آوردیم زیر پای یکی شیرجه نزد. از عمه عروسم هم میهنانم خبری داشته باشه. رجب طیب اردوغان، حالا اردوغان هم میتواند تلفظ شود، دورفشانی فرموده است این پدرخوانده داعش دست در دست سلطان سعودی عربیا ارسال اسلحه و پول برای سربران و بردهداران محمدی، یعنی داعش از جنس خودش. اظهار نظر فرموده است او غرب را به بمباران اعراب و ترکمنها در سوریه و حمایت از کسانی که آنها را تروریست های کرد خواند متهم کرد. کسی که خودش تا بالای ریش نداشتهش و کراوات جعلیش در خون کودکان ایزدی، یعنی یزدانیان، مسیحیان، یهودیان، شیعه و سنی بدبخت بیچاره در عراق و سوریه دارد غرق می شود، از بالای کراوات جعلیش هم گذاشته است، آمده است اکنون می گوید تروریست های کرد. اردوغان روز پنج شنبه، یعنی دیروز،
این ارها را کرده است. نخستین سخنرانیش، سخنرانی تلویزیونی او پس از شکستش در انتخابات اخیر، او ابراز داشت غرب را متهم کرد مصیبت هزاران آواره را نادیده میگیرد. او ولی دیده میگیرد اردوغان. گله گله ماموران رشوه‌گیر و فاسدش و لباس شخصی هایش، تروریست های سربار داعش را از خیلی ماه‌ها و سال‌های پیش راهی کرده است آنجا. اکنون آمده است حتما حقوق بشری شده است او هم ماننده سید علی مفعول و دار دسته با حسن کفتار بنفش و غیره، حقوق بشر اسلامی البته. او مدعی شده است ائتلاف به رهبری آمریکا که با پیکارجویان دولت اسلامی یعنی تروریست های محمدی داعش می جنگد، اعراب و ترکمن ها را در نزدیکی مرز ترکیه بمباران می کند و می خواهد نیروهای کرد را جایگزین آنها سازد. یعنی چری آدم خار عثمان پاشا جانور، جنایتکاران داعش را تو پرورده ای، تو پشتیبانی کرده ای و هنوز می کنی. انگشت کوچکت را هزاران بار دوست عزیز متحد اربابت آمریکا از تو خواست، آن زمانی که کوبانی زیر ضرب برادران داعشت و مزدورانت بودند که یاری برسانی، مرزهایت را دست کم ببندی، این همه جانور آنجا نروند، یاری لوجستیکی کنی، هیچ کدام را نپذیرفته ای، توی تروریست. مادران 60-70 ساله کرد با کودکان و نوه هایشان یکی یک تفنگ شکسته گرفته بودند و در آنجا می جنگیدند. گندیده اخوان المسلمین، بله بعد هم خواسته است از احزاب اپوزیسیون که خردمندانه بیاندیشند و بیایند به حزب عدالت و توسعه، یعنی به اخوان المسلمین و داعش بپیوندند. اگر میخواستند این اجازه را به تو بدهند، آن بخش نیک و آگاه مردم آزادی خواه ترکیه که دوباره تو را 100% آن تو میفرستادند که هر گاهی دلت میخواهد بخوری. و در تمام این سخنان هم میانانم به ویژه این خبر ویژه، اما آنیست که بارها قبلا هم در برنامه گفتم، جنایتکاری است که فقط تظاهر می کند و سرگرم چپاول، فساد، رشوه‌گیری، دزدی از نگون بختی همسایگانش، فقط میلیارد میلیارد دزدیدن و چاپیدن، فقط نفرتی است که از کرد دارد، از ایرانیان کرد، چون کرد هر کجا هست ایرانی است، چه خودش بداند چه نداند. بله، به حزب عدالت و توسعه بپیوندید، با آنها همانگاه از پولهای دزدی و رشوه و فقط یک قلم 18 میلیارد و نیم دلار طلا و اسکناس کودکان گرسنه ایرانی که کشیدی بالا با آنها به تو بپیوندن، با آنها هم در جعبه های کفش از آن پول ها تقسیم میکنی که ببرن در کلازت خانهشان قایم کنند. ننگین. مشت محکمی مردم ترکیه بر دهانت کوبیدند.
شاخه جنایی و تروریستی و آدمخواری دیگر اسلام، جبهت النصره، که می دانید شاخه ایست از القاعده باشکوه، دست کم 20 تن از روستاییان دروزی را کشتند. به جان این اقلیت افتادند. دروزیان جمعیتی حدود 1.5 میلیون تن را تشکیل میدادند در سوریه، تشکیل میدادند، یعنی اگه سوریه که دیگر نمانده است، و به طور عمده در لبنان، اسرائیل، اردن و سوریه زندگی میکنند. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده است تیراندازی و حمله به دروزی ها پس از آن آغاز شد که اعضای جبهه النصره تلاش کردند خانه یکی از روستاییان را که همراه با نیروهای دولتی می جنگیده مصادره کنند. در میان کسانی که این جانیان تروریست القاعده جبهه النصره کشتند، کهنسالان و دست کم یک کودک هم وجود دارند. اهالی یک روستا را ریختن و قتل عام کردند. یک نمونه کوچک است از جنایاتی که بیشمار از آنها اصلا گزارش نمی شود. ما اصلا آگاه نیستیم و فقط در سوریه نیست این جنایات، و فقط در عراق نیست، و فقط در ایران نیست، و فقط در یمن نیست، و فقط تک تک آن کشورهای اسلام زده جنایات زده نیست. هر جا که اسلام است جنایت است و له شدن انسان ها. جبهه النصره در ماهای گذشته در ادلب، ببینید آدرس چه کسانی با این جور در می آید که ما 36-7 سال است گرفتارشانیم، نابودی گورستان های تاریخی و زیارتگاه های دروزیان و صدها تن از آنها را مجبور کردند به اسلام سنی بگروند. خمینی جانی، تروریست، جنایتکار، محمد مجسم، خالد ولید مجسم، عمر مجسم، علی سربر کثیف مجسم آمد و در این چاه سیاه کثیف عفن پر از خون و لجن محمدی بی پرده و یک جا گشوده شد و پس از آن نمونه شد امام گور به گوری کودک ریپیست آدم کش تروریست کشتارگر قتل عامگر. کارتر و جزیره اهریمنیان افریت الیزابت عجوزه، زنده زنده روانتان بسوزد و اصل داستان آن جزیره اهریمنیست. تر راه برنامه ریست، در بیشتر خبرها هم جایی نمیبینید او را. آمریکا هست که فحش میخورد، فرزندانش کشته می شوند، میلیارد میلیارد هزینه می کند، و اکنون هم که دست حسین افتاده است با این همه نبوغ سیاسی و دیپلماتیک در این 6-7 سال گذشته، که دیگر خود آمریکایی ها می خواهند آنها هم فرار کنند، بروند جای دیگری را برای زندگی بر بگزینند. خب 1 ساعت و 10 دقیقه رو هم میانانم پشت سر گذاشتیم و تا کنون هیچ یاری، نه 10 دلار، نه 100 دلار، نه 1000 دلار، هیچی. خب نمیدونم، شاید ما اصلا بیننده نداریم. در هر حال از آریا جان خواهش میکنم، آریای گرامی، شماره 2 را 2 کلیپ هستم میانانم
از چون این اهریمن پتیاره را همه جا باید بپایی و مردمان همه کشورها اکنون باید آگاهانه مراقبت کنند، بدانند، بعد روشنگری کنند، بایستند برای راستی ها. دو کلیپ برگزیدم، یکی از کلیپ ها را قبلا دیده اید از این سنگر، چندین ماه پیش، شاید یکی دو بار هم دیده باشید. بلژیکی که بلژیکستان شده است. و به دنبال آن کلیپ دیگری را برگزیدم از اسپانیا که بارها آن نوشتار جوان پژوهشگر ایرانی را درباره ریکانکوستا و بازستانی اسپانیا برایتان خواندم، باز هم به زودی خواهم خواند. یکی از نوشتارهای ریشه‌ای و پایه‌ای این سنگر است. اسپانیا که سربران آنجا را با نام اندلس نام میبرند و ادعایش را دارند، اکنون با مهاجرت، با سوء استفاده از حقوق بشر و قوانین انسانی و پناه جورا پذیرفتن، اکنون اسپانیا در خطر این هیولا دوباره قرار گرفته است. این دو کلیپ رو با هم میبینیم. آریا جان شماره دو رو پخش کنید. جمعاً شاید 9 دقیقه هستم میهنانم و دست کم امیدوارم در این 8-9 دقیقه یاری و یارانی باشید که به یاری سنگر بیایید. میبینیم آریا جان. The graffiti says it all. Welcome to Belgistan. Muslims are still a minority in Belgium, but in the capital of Brussels, they're already the largest religious group, one quarter of the city's population, and are expected to be the majority in less than 20 years. The most confrontational Muslim group here is Sharia for Belgium, which used shouting and threats to shut down a debate by moderate Muslims a few months ago. I sat down and talked to the leader of Sharia for Belgium, Fouad Boukassem, alias Abu Imran. Sharia for Belgium is a small group that a lot of people don't take seriously. But he sounded very serious when he told me that he expects Muslims to rule Belgium and the world. We believe that the Sharia will dominate. The Sharia will be implemented worldwide. Sharia for Belgium is a public relations nightmare for those Muslim groups which try to play down their ties to radicalism and Sharia law. Imran was completely open with CBN News, saying Islam and Sharia law are inseparable and democracy is wrong. Sharia is Islam, to be clear. There is no difference between Islam and Sharia. It's just a name. Democracy is the opposite of Sharia and Islam. We believe that Allah is the legislator. Allah makes the laws. He is the one who tells us what's allowed and what's forbidden. I know some Muslims who think of themselves as Democrats and they say they're against Sharia. Are they real Muslims? Yeah, it's really funny when I hear someone saying, yeah, I was speaking to a democratic Muslim. It's the same thing as saying I was speaking to a Christian Jew or to a Jewish Muslim or something like that. It's impossible. How could you meet a Jewish Muslim or a Christian Jew? And a Muslim that says he's against Sharia, he's not a Muslim. It's impossible. Like in many countries across Europe, a culture war over Islam is well underway in Belgium. Last month, the Mosque of Charleroi was desecrated with the mask of a pig head. Then the daughter of the head of Belgium's right-wing party, Anne-Sophie de Winter, posed in a bikini and burqa with the words in Dutch, freedom or Islam. Someone painted over this poster, giving her a full burqa. They also painted over freedom, and Sophie de Winter received death threats. Imran went on YouTube to call her father, politician Philip de Winter, a pimp for letting her pose in a bikini. This community is a dirty, perverted community. And Islam is flexing its muscle. Girls in bikinis have been attacked, Jewish and Christian symbols vandalized, and in Muslim neighborhoods, Sharia law enforced. The big cities in Europe are the first places where we can see what will happen when the majority is Muslim. We see it in the big cities first, Brussels, Amsterdam also, Rotterdam, Antwerp. Sam Van Roy has co-edited an important new Dutch language book called Islam, Critical Essays on a Political Religion. Islam is a fascist ideology, and it's not
a religion like Christianity or like Judaism. And the danger in it is that it has a religious side, not like communism and Nazism, who are only ideologies, but Islam has a bit of both. Imran is looking forward to replacing Belgian law with Sharia law, including amputation for theft, stoning for adultery, and death to homosexuals. When they hear someone speaking about Sharia, immediately they start to think about amputations, stonings, killings. That's just, I don't know, 1,000th of the Sharia. Did you know that in 1,302 years of the Islamic State, with the Sharia implemented, we had something like about 60 hands cut off, amputated? So in 1,300 years, 60 hands. Is that really a number that you could say, oh, frightening everyone? I don't know. And if you're not a criminal, why should you be afraid of Sharia? A showdown over Sharia is coming in Belgium because the high Muslim birth rate is changing the political landscape. The most common baby name in Brussels for 4 years running has been Mohammed. You think it's a matter of time before Muslims are the majority here? Yeah, of course. The disbelievers themselves, they say that in 2030, something like that, there will be a majority Muslims here in Belgium. Even the city Antwerp, more than 40% of the children in the schools are Muslims. So it's just a matter of time. No problem. We don't have any problem. And Imran offered this advice to white native Belgians: if they want to push us back or something like that, I don't know, maybe they can start to marry four wives and have a lot of children. Start with that, maybe they will have a chance, but I don't think so. Van Roy also sees a Muslim future. I don't think it's gonna stop. I'm very pessimistic about it. I think more and more people, Belgian people, will leave Brussels. So it will come real Islamic capital in decades. The victory of Allah is very near. So I think that the West need to prepare themselves for a wave of Sharia in Islam. Dale Hurd, CBN News, in Brussels and Antwerp. A former bullfighting arena in Barcelona. Bullfighting is now illegal in this part of Spain, so this arena has been turned into a business space. But Muslims would like to turn others into giant mosques. This is not Saudi Arabia, it's Spain. But Spain is undergoing a transformation. Muslims who once ruled most of Spain are returning in large numbers. In the city of Salt, parents have come to pick up their children from school. Muslims already make up 40% of the city's residents and will soon be the majority. City government has pushed back, placing a one-year hold on a large mosque project funded by radical Wahhabis in Saudi Arabia. And then, for good measure, someone cursed the ground at the building site. Here at the site of the proposed mosque in Salt, someone left a pig head, cut in half. Pigs are considered impure by Muslims. Islamic law forbids the building of a mosque on ground soiled by pigs. This is the mosque the Muslims are forced to use now. But the number of Muslims is increasing so rapidly, it's now only a matter of time before they'll be running the show in Salt. When the first Muslim party presents itself, all the Muslims will vote for it and we'll all end up wearing headscarves. We're in a really big problem. In the 7th century, Muslim armies conquered most of Spain, calling it Al-Andalus. They would not be completely expelled for 700 years, the year Columbus discovered the New World. And now Muslims are returning, and polls suggest they're not returning in order to be Spaniards. A Pew survey found that 7 out of 10 Muslims in Spain think of themselves as Muslim rather than Spanish. We in Catalonia and Spain consider it an invasion. We never said we were against immigrants, but we want controlled immigration. Josep Anglada heads Platform for Catalonia, the first political party that's taking the threat of Islamization seriously. But this is politically correct Spain, which last year celebrated the 1300-year anniversary of the first Islamic invasion as if it was a great thing for Spain. Platform for Catalonia is denounced as racist and xenophobic because of campaign ads like this.
But Anglada says they're not against immigrants, they're against uncontrolled immigration, and against immigrants who do not want to be a part of Spain. Muslim immigrants are not here to adapt, they're here to conquer. First, the husband comes as the head of the family, then the wife and children, and later he comes with his parents, in-laws, and grandparents, and it has turned into an invasion. In the city of Lleida, someone is poisoning dogs. Police don't know who's been doing it, but the suspicion is that it was Muslims. Because before the poisonings, Muslims were trying to get the city to ban dogs from public transport and public areas, because they considered dogs unclean. What happened was, all of a sudden, one day, 12 or 14 animals showed up dead. They had eaten something or been given something. We don't know. Lleida, about one quarter Muslim, was the first Spanish city to ban the burqa. Then the mayor shut down the city's mosque because it was overflowing with Friday worshippers. We went to see where the Muslims are praying now, and it's a large open-air pavilion. Filming with a hidden camera, we saw more than 500 men listening to a sermon in Arabic. We don't know what the Muslim leaders are telling their people. Are they encouraging Muslims to assimilate or stay separate? It's estimated there are more than 100 Saudi-style radical Wahhabi mosques in Spain. And two radical Muslim TV channels from the Middle East are now broadcasting in Spain. Just as Muslim immigration is surging, the native Spanish are slowly disappearing. Their birth rate is below the replacement number. And large numbers of college-age Spaniards are leaving the country to escape a 50% unemployment rate. The Muslim birth rate is at least twice the native birth rate, and the number of Muslims in Spain has increased by 10 times in the last 20 years. Spanish intelligence has learned that radical groups from the Middle East are pouring large sums of money into Spain in order to control the nation's Muslims. The greatest threat for Spain, Catalonia, and Europe is Muslim immigration. We know that they are coming here to conquer what, according to Muslims, used to belong to them. We have a moral duty so that in the future they can say that at least there was someone, one party, that was not willing to surrender the West to Islamization. با درودی دیگر باره همیهرانم روی ما فراموش کرد. با درودی دیگر باره مطلبی رو گرامیان من با از کیهان لندن برگزیدم که بخشی از اون رو با آقایتان میرسانم. از نکات بنیادین و اساسی هست، به ویژه دیدگاه و سخنان یکی از نه فقط از دید من، از دید بسیارانی آگاهان، یکی از بزرگترین اندیشمندان دوران معاصر ما که ایشان در سخنرانی که 20 ماه می در که خودشان ساکن آلمان هستند در خانه ادبیات برلین برگزار کردند، کیهان لندن گزارشی داشت در این باره و من نکاتی رو برایتان می‌خوانم. درباره فیلسوف اندیشمند دکتر آرامش دوستدار هست که شاید برخی از شما عزیزانم با کتاب‌های ایشان آشنا باشید. ایشان فلسفه رو، دکترای فلسفه خودشون رو از کشور آلمان دارند و همچنین خودشون رو تحت تأثیر به اصطلاح آغازین تأثیراتی که پذیرفتن و در این راه، در راه فلسفه و اندیشیدن گام گذاشتند، خواندن سیر حکمت در اروپا از محمد علی فروغی روانشاد، مرگ سقراط ترجمه محمد علی فروغی راهنما و عنصر برانگیزاننده خودش رو در هدایت علاقه و دلبستگیش به فلسفه نام برده و شخصیتی است به راستی بسیار بسیار وزین و اندیشمند.
البته کتاب های او رو خواندن بسیار سخت است، اما اگر اندکی انسان مطالعات ابتدایی فلسفه و بنیادهای اون رو بداند، لذت بیپایانی دارد خواندن کتاب های ایشان. تلنگر پشت تلنگر و انگیزه پشت انگیزه برای اندیشیدن و خرد را از زیر خاکستر و از گور بیرون کشیدن و در واقع آگاهانه و خودآگاهانه اندیشیدن و زندگی کردن. دکتر آرامش دوستدار نخست در این نشست به بررسی تئوری خود پرداخت و گفت زمینه اصلی رسیدن به این نظریه مغایرت اندیشیدن با اعتقاد و از جمله با عرفان بود که مدتی خودم شیفتگیش را در شعر به خصوص در مولانا داشتم. وی گفت آنچه من از فرهنگ میفهمم و تعریف میکنم عبارت است از یک تمامیت بنیادی است که در چهره های گوناگون و عمدتاً هماهنگ جلوه های فردی یا جمعی یک ملت را در گذشت زمان به گونه ای متبلور می کند که در هر حال حاضر در حال حاضر بتوان پیشینش را در آن منعکس دید، به گونه ای که مثلا فرهنگ دوران شاه یا دوران کنونی را بتوان پیشینه و ریشه هایش را نشان داد. چون این مفهومی از فرهنگ میتواند در تخصیصش به جامعه ای معین اطلاق گردد و آن را از نظر فرهنگی از جوامع خیشاوند و بیگانه متمایز نماید. دوستدار افسود مثلا فرهنگ های خیشاوند در تمامیت مشترکند و از طریق خصوصیاتشان میتوان آنها را باز یافت. به طور مثال اروپایی ها بنیادهای فرهنگیشان در یونان و روم است که در واحدهای کوچکتر تقسیم شده است. گروه های فرعی نیز خصوصیات خودشان را دارند که حتی در یک خانواده هم میتوان آنها را یافت، اما تمامیت کشورهای اسلامی متفاوت است و فرهنگ این جوامع مطلقاً دینی است. دوستدار خاطر نشان کرد دین بحثی است که وقتی در بزرگترین و کوچکترین واحد فرهنگی مستولی باشد کسی نمیتواند پایش را از گلیمش بیشتر دراز کند. البته موضوع نسبی است، ولی هرچه نسبت به فرهنگ های جانبی اسلامی گزاره های بیشتری داشته باشیم تسلط دین کمرنگ تر می شود. همان تلاش هایی که در زمان پهلوی به ویژه پهلوی دوم انجام می گرفت ولی اسلام استیلای فرهنگی مطلق دارد و فقط مربوط به دوران جمهوری اسلامی نیست که تمامیت فرهنگ اسلامی و ایران اسلامی شده است. یعنی سرزمینی که 1400 سال این دین در آن حاکم بوده، به معنای مطلق بوده و حد اکثر در دوره‌های گشایش‌هایی شده، ولی اجازه حرکت اندیشه با آزادی داده نشده و روند آزادی که تنها با پرسش و پرسیدن میسر می شود ممکن نشده است. جایی که دین استیلای مطلق دارد، تمامیت فرهنگی هم دینی است. این فیلسوف عرفان را نیست سد راه حرکت فلسفه و تعقل دانست و گفت همانهایی که یاهو میکشند و دور خوشا میچرخند و بعد هی مولانا مولانا میکنند و اینا، و گفت
یک عده در قدیم پرسش هایی را مطرح کردند ولی دیگر پیش نرفت و فلسفه را نابود کردند. ما مگر چند فیلسوف داریم؟ ابن سینا، فارابی و ملا صدرا که آنها هم فلسفه را از نگاه عرفان می دیدند. می پرسد چطور می توانیم ادعا کنیم ایرانی هستیم؟ دکتر دوستدار با طرح یک سوال گفت: واقعا ما چطور می توانیم خودمان را ایرانی بنامیم در حالی که دینی در 1400 سال پیش آمده و با همه نیرو همه چیز را، ملیت و دین و دولت را از بین برده است؟ همین تخریبی که توسط جمهوری اسلامی از درون رخ داده آن موقع از سوی نیروی خارجی اعمال شده است، یعنی دین خودشان را تحمیل و ملیت را مخدوش کردند و تمدن را از طریق شریعت و اسلام و قوانین اسلام از بین بردند. دوستدار گفت بین ایرانیان 1400 سال پیش و ایرانیان پس از اسلام تفاوت است. ما چنان در دل اسلام پیر و فرتوت شده ایم که اثری از ما باقی نمانده است. ما در خدمت اسلام فرسوده شدیم و از کار افتادیم. دوران جوانی ایران قبل از اسلام و دوران پیریش دوره اسلامیش است. 1400 سال دوران پیری و فرتوتی ماست. او به تفاوت حمله اعراب و مغول به ایران اشاره کرد و گفت مغول‌ها اعتقاد مشخصی نداشتند تا دین امر و مرجعی خارجی را به کشورهای تحت تصرفشان تحمیل کنند. آنها ویران می کردند تا با ترس و ارعاب مسلط شوند، ولی اسلام با تحمیل اعتقادات ما را از درون ویران و زیر و رو کرد. این فیلسوف در پاسخ به سؤال یکی از حاضران که پرسید چرا در آثار وی با دیده تردید به فیلسوفان ایرانی نگاه می شود، گفت وابستگی آنها به اسلام و عدم تخطیشان از قوانین اسلام موجب می شود تا از قدر فیلسوفی آنها کم شود. کانت هم مسیحی بوده است، ولی در هیچ تئوری کانت نمی توان رد پای مسیحیت را دید و این دین صرفاً اعتقاد شخصی وی بوده است. ولی ابن سینا از اسلام تخطی نمی کند و در ابتدای کتابش مدح محمد را می گوید. دوستدار در پاسخ به برخی از حاضران که درباره راه حل می پرسیدند گفت شما 1400 سال است که مسلمان هستید و نمی توان این مسئله را با یک کتاب حل کرد، ولی می شود حدس زد که اگر جنبش هایی به وجود آید که بتوانند اسلام را از زندگی عمومی مردم حذف کنند، آن وقت شاید بتوان امیدی داشت، که البته این هم اولاً باید عناصر چنین جنبشی را بشناسند و دوم مرد میدان باشند. او همچنین گفت ما معضل نیندیشیدن داریم، چون در فکر کردن آزاد نیستیم و برای همین مشکل فکر کردن داریم. ما پیش از اسلام هم کشور دینی بودیم، ولی زرتشت از محمد سنجیده تر است. او از خدا کمک و همفکری می خواهد
ولی محمد میگوید خدا به من این را امر کرده است که شما باید انجام دهید. جای چون و چرا و پرسش نمیگذارد. او افسود ما نیاز به تفکر بدون سرپرست داریم. هنوز هیچ از خودمان نداریم و به قدما نگاه میکنیم. هزار کتاب در مورد حافظ داریم ولی هرگز او را به چالش نکشیده ایم که آیا حرف درستی زده است یا نه. ما با قدمای خودمان کشمکش و طرح سوال نداریم و این نشان از عدم پرسش است و مادام که قدما را به پرسش نکشیم راهی هم نیست. دوستدار درباره روشنفکری دینی و طرح مسائل جدید در دین گفت اینها همه بازی است و هیچ تغییری صورت نمیگیرد. حتی با خاتمی که روشنفکر به اصطلاح رئیس جمهور ما بود ما این جنس آخوندها را نمی شناسیم. اینها جنس خاصی دارند و مثل گربه مرتضی علی می مانند. راه ما مدارا یا غیر مدارا با اینها نیست. ما باید راهمان را جدا کنیم. باید راه خودمان را برویم. باید به ریشه آنها زد. او ادامه داد مسئله آدمهایی مثل کدیور و سروش نیستند که هیچ اهمیتی ندارند. قدما مهم هستند. اسلام را باید جدای از منعیاتش از طریق در افتادن با قدما نشان داد، چون قدمای ما به نحوی اسلام را تأیید کردند. اسلام یک فرهنگ هزار تکه است که شاخه اندکی از آن در جمهوری اسلامی است. در افتادن با حافظ مهم است، دیوانی که 8 قرن پیش نوشته شده و هیچ حاصلی نداشته و فقط ظرافت زبانی است ولی اندیشه نیست. اینقدر مسئله هست که در افتادن با سروش و کدیور اتلاف وقت است. مثلا شیفتگی ما نسبت به عرفان یکی از آنهاست و ناشی از هیولایی چون مولاناست. او 60,000 بیت غزل گفته، 30,000 بیت مثنوی و این سوال را کسی مطرح نکرده که چطور و چرا یک آدم نشسته و این همه شعر گفته و در این حجم از شعر چه چیزی میتواند نهفته باشد. در هر حال مطالب دیگری هست که من نکات اصلی این گزارش رو با آگاهیتان رساندم و عزیزانی که علاقمند هستید و شاید کتاب های ایشان رو ندارید، من سفارش میکنم به راستی که کتاب های آرامش دوستدار رو حتما تهیه کنید و بخوانید. هرچند دشوار در آغاز، اندکی دشوار، اما آرام آرام پیش که میروید در واقع آمادگی ذهنی میابید برای دریافت طرح مطالب فلسفی که ایشان در کتابهایش آورده و بسیار یاری رسانه اندیشه و استقلال فکری است. خب، زمان آنچنان نداریم. من مطلب دیگری را برگزیدم که آن را هم میخواستم بازخوانی کنم. گرامیان من، میگذاریم این رو برای برنامه سه‌شنبه که جستار بسیار با ارزشی است که با فرصت بیشتر و آرامتر بخوانم. از آریا جان خواهش می‌کنم. آریای نازنینم،
کلیپ محبوب من رو پخش کنید از یکی از فرزندان نیک نترس دلاور که در 5-6 دقیقه بزرگترین روشنگری ریشه ای را در یک ترانه برای میهنش انجام داده است. سپاسگزارم از همیهن نازنین گرانمایه بانو پردیس با این نام زیبا. بانو پردیس نازنینم کریدیت کاردشون رو هم لطف کردند، فرمودند ماهانه $30 سنگر رو یاری خواهند رساند. درود بر شما نازنینم. یاران من میدانند که تا چه اندازه یاری های ماهانه من رو شاد میکنه، برای اینکه میدانم یار و هم میهنی میپیوندد به سنگر که باور به این مبارزه دارد و همواره در کنار یاران در این سنگر، سربازان این سنگر و یاران و پشتیبانان این سنگر برای آزادی ایران آنچه که از دستمان می آید تلاش می کنیم. درود بر شما بانو پردیس نازنینم. با درود به بانو صفاری نازنین، راهتان پر ره رو باد. من مدت کوتاهی است برای ادامه تحصیل به این کشور آمدم، توان مالی زیادی ندارم. ای کاش می توانستم هزینه این برنامه روشنگری را بیشتر به عهده بگیرم. از ایرانیان زیادی که این برنامه ها را میبینند و بی تفاوت میگذرند به راستی در شگفت هستم، مگر نمیبینند و نمیشنوند در زادگاهشان چه خبر است. هزاران درود بر شما و خدا نگهدارتان باد. درود بر شما بانو پردیس نازنین و گرامی و سپاسگزارم و بسیار شادمانم از پیوستنتان به یاران این سنگر. سرباز میهن نازنین و گرامی و فداکارمان، $100 اعلام یاری کردند و پیام دادند نفرین همه جهان و جهانیان بر جیمی کارتر روان سوخته و همه یاران اروپایی او در کنفرانس گوادلوب. نقشه شوم کشتار مردم بیگناه کشورهای جهان از خرد و کلان، پیر و جوان در کشورهای خاورمیانه و آفریقا و گاهی هم اروپا و آمریکا. سرها بریده می شوند، شهرها بمباران می شوند، در آتش می سوزند، خانمانها و دودمانها برباد می روند و این سیاستمداران اهرمن صفت تنها و تنها به دنبال فروش سلاح و غارت نفت و منافع دیگر مالی خود هستند. روان شما سیاستمداران اهریمنی بسوزد. من مسلمان نیستم، ایرانیم. درود بر سرباز میهن نازنینم و درود بر این احساس والای انسانی و شریف شما. آریا جان، اهریمن اسلام رو بشنویم. الله أكبر الله أكبر الله بزرگشون شروع میشه دینشون با شهادت و دروغشون. قرآن کتابیست سراسر جهل و خرافی، مثل دروغها و وعده های کافی. قرآن و فارسی بخون بفهمی، تو هم آدمی تو دنیا داری سهمی. Thank you.
کتابی با بسم الله شروع شد، قانون شقاوت تو این تموم شد. من فقط میگم آیات مسخره، فقط صورت ظلم تو این دفتر. تو قرآن خون انسان حلال، حرف حق زدن امری محال. این کتاب کتاب محمده، اونم از خودش نیستش در اومده. بار حرام و سوادش دروغه، ناتموم شعر فروغه. حالا بریم سوره بقره که درش انسان کفتر بی سره. بعدش میدم سوره نسا، همونجا که عشق میشه نزا. تو نسا مکالله وارده، مرتد عالم مبارده. تو نسا زن قرامته، توش جنایت انسان کرامته. یه آیه هستش آخه تو این کتاب، واسه علوم و ریاضیات و حساب و کتاب. تو قرآن همه چیز خیال پردازی، بزرگترین مغلط دنیای باقی. تو قرآن سوره احزاب، سهم انسان حماقت و خواب. تو قرآن سوره مریم، این کتاب کپی شده سر هم. تو قرآن سوره زیتونه، این کتاب کتاب شیطونه. تو قرآن عدالت سیاهه، واسه اینه که ناجی ما تو چاهه. تو قرآن سوره تین، بزرگترین یاوه یاسین. تو قرآن سوره توحیده، کی سواد الله دیده. اسمش روش الله ندیده. تو قرآن یاوه میشه صحابه، قانونشون موجب عذابه. تو قرآن زمین سخت داره، دروغاشون همه جای حرف داره. تو قرآن الله یه مرده، زن کنیز و اصیل یه برده. تو قرآن دم حقیقت چه سرده. تو قرآن کجاست دانشمند، نشون بده آدم خردمند. تو قرآن حق تو میشه سیاسی، فقط کشتن و منفی ریاضی. تو قرآن تجاوز علومه، زج و مرد حق مظلومه. تو قرآن از فهم روزه، جالبه به فهمی رو سوزه. تو قرآن وعده بهشته، حق انسان زندگی زشته. تو قرآن الله و محمد دیکتاتور عراجیفش شخص قربتو. تو قرآن حکم من ارتداد، چرا چون واجب خاموشی خدا. تو قرآن محمد رسوله، اونم عدلش با شمشیر و زوره. محمد عدلش تو پایین تن از بهشت اون، تو بدون فقط زن است. تو قرآن همچون هم کفاره، آزاداندیش جزء کفاره. تو قرآن سوره مائده، زندگی حق تو زائده. تو قرآن سوره عنکبوت، به من بگو عدل اسلام چی بود. قانون الله یاوه بلال، خون ادیان دیگه حلال. قرآن رو با عقل دیگران نوشتن، همه کاتباشو یه شبه کشتن. تو قرآن سوره حمله، قرآن واسه ایران سمه. محمد و دینش تازیه، تقیه و دور قاعده بازیه. قبل محمد ایمان هدف بود، کی بشر مثل امروز عقب بود. همه جاهلا شدن اولوالعرش، شدن قده واسه خرد و مرد. حالا بریم سوره زلزله، با این کتاب اومده بلبله. یه سوره به اسم فرقانه، تمام دین و کتاب دکانه. یه سوره به نامته محمد، که عدل اون خوبه واسه امه. تو قرآن سوره حق، جبونا جون میدن زیر هشت. تو قرآن سوره کفاره، هدیه قرآن تنابه داره. تو قرآن سوره دهره، چرا اینقدر حرزه تو شهره. تو قرآن سوره الان، مرد انسان با این دیگه ها. تو قرآن سوره هو، الله و قرآن دروب بود. تو قرآن سوره قیامته، همه آیاتش پر از صداقته. تو قرآن سوره مجادله، الله قبول میشه معامله. قرآن و فارسی بفهم سوس نمیشی، چرا باید عجم و مجید باشی. قرآن و فارسی بفهم سوس نمیشی، چرا باید عجم و مجید باشی. قرآن و فارسی بفهم سوس نمیشی، چرا باید عجم و مجید باشی. با درودی دگرباره در بخش پایانی برنامه امشبمون هستیم. با یک جهان درود به دوستان و یاران نازنین گرامی، بانو کارمن و کدبان منوچهر عزیزم. $60 اعلام یاری کردند گرامیان من. با بیکران درودها به بانو دلاور پری صفاری نازنین، یاران و همکاران در تلویزیون بیداری. این سنگر تنها با یاری های ما بینندگان میتواند به کار خود ادامه دهد. این تلویزیون را پشتیبانی کنیم. ما مسلمان نیستیم، ایرانی. درود بر بانو کارمن و درود بر
کتبان منوچه، دوستان نازنین و یاران دیرپا و دیرین من. همینا نازنین هم خبری مخابره شد که در واقع اعلام شد که چند روز پیش، در واقع یک هفته پیش که آگاه شدید، یکی از دستیاران صدام حسین، طارق عزیز، که تنها مسیحی بود که در واقع تونسته بود به بالا و جزء دار و دسته های صدام حسین، و در اون سالهای آخر به خاطر تسلطی که او به زبان انگلیسی و کلان دیپلماسی جهانی داشت، بیشتر همواره او دیده می شد و سفرهایی که می کرد وزیر امور خارجه صدام حسین. یک هفته پیش درگذشت در بیمارستانی، که می دانید زندانی بود در این چند وقت گذشته. او در دادگاهی در عراق بعد از سقوط صدام به اعدام محکوم شد، اما رئیس جمهوری عراق جلال طالبانی جلوی اون اعدام رو گرفت و او زندانی شد و بیمار بود و خانواده او هم در اردن در واقع گریخته بودن، با آنجا زندگی میکردن و میکنند، و یک هفته پیش اعلام شد که او در بیمارستانی درگذشته. و تا اینجا که خب در هر حال حتما آگاه بودید، اما خبری گزارش شد چندین ساعت پیش که دختر او اعلام کرد، دختر طارق عزیز، که تابوت پدرش، جسد پدرش تابوت در فرودگاه بغداد قرار بوده که به اردن در واقع انتقال داده بشه که اونجا به خاک سپرده بشه که خانوادش هستند، اما دختر او اعلام کرده بود که تابوت پدرش مفقود شده، روبوده شده و هیچ کس جریان رو نمیدانه. اما ساعتی بعد دوباره خبری بازتاب پیدا کرد که یکی از مسئولین هواپیمایی عراق گفت که جنازه طارق عزیز هنوز در فرودگاه بغداده و روز آدینه که امروز بوده به وقت محلی، دیرهنگامش در واقع با یک هواپیمای سلطنتی اردن به اردن منتقل خواهد شد تابوت جنازه طارق عزیز. تا اینجای داستان که خب در هر حال خبری است و رویدادی، اما پیش از اینکه این خبر دوم بیاید، خبر پیشین که دختر او و خانواده‌اش اعلام کرده بودند که گویا تابوت او و جسد او گم شده، ناگهان به مغزم رسید که حتما او هم قرار است بعداً ظهور کند و مسائل دیگر. بعد با کوروش گرامی هنگام آمدن به استودیو درباره این خبر صحبت می‌کردیم، ایشان گفت بله، من هم که شنیدم گفتم شاید ایشان هم می‌خواد عجب شود، اما خب گویا عجب نشد چون سنی بوده و تابوت هم گویا پیدا شده. با این آخرین خبر همیهنان نازنینم برنامه امروز رو به پایان می‌بریم. روسیه عزیز، یعنی یکی از سردمداران جنایت و خفقان در میهن ما، پشتیبان جانیان رذل و فرومایه و بی سواد و بی ارزش و اجنبی و اشغالگر مستراح بر سران جمهوری اسلامی و چاقوکشانشان به نام بسیج و پاسدار و هر قدار کش دیگر، یه ارباب اصلی جمهوری اسلامی است در واقع، و میلیاردهای ایران را با همان داستان کوره های اتمی و تأسیسات هسته‌ای و اینجا و آنجا و میلیاردها، میدانید که 20 سال 25 سال نه 30 سال طول کشید تا گفتن راه اندازی شد و بعد قراردادهای دیگر برای کوره های دیگر، و اینها فقط برای نیاز این اجانب فاسد اشغالگر که خود میدانند اشغالگرند و دشمنند و اجنبیند و مردم ایران در نخستین فرصت آنها را نابود خواهد کرد و از این گندیده ها چیزی در ایران باقی نخواهد ماند. با این جنایت و بلایی که 36 سال بر سر ایران و ایرانی آوردند، به
روسیه پوتین جانی فعلا که رهبر آنجا هست و رهبر مادام العمر هم شده است، برای بازی‌های دروغین دموکراسی یکی از نوکرها را می‌گذارد. او می‌آید، دوره می‌رود، دوباره خودش می‌آید، می‌نشیند آنجا، همه کار است. با او تکیه دارند، به ویژه سید علی جلاد مفعول خونخوار و خانواده کثیف و دزدش و فرزندان جنایتکارش مانند مجتبی و دیگر روسبیزادگانش. ارباب اصلیشان پوتین است و روسیه. این هم یک عمه عروس است به گونه ای. معاون وزیر امور خارجه روسیه سرگئی ریابکوف، ایشان بسیار اظهار نگرانی کرده است که فرصت بسیار اندک باقی مانده تا ضرب العجل پایان مذاکرات هسته‌ای و نیاز داریم فوراً وارد مرحله نهایی شویم. سخنانی که از ایشان نقل قول است، مستقیم دارم برایتان میخوانم. ما نیاز داریم فوراً وارد مرحله نهایی بشویم و روند پیشرفت مذاکرات به تدریج کند می شود و از این دست، یعنی دیگر شبها نمی توانند بخوابند که مبادا خدای ناکرده اتفاقی بیفتد برای این جانیان که ایران را چهار دستی در اختیار همه غارتگران و چپاولگران و دزدان و تروریست ها و جنایتکاران به سرکردگی روس خونخوار همه را قرار دادن. 36 سال است. مبادا و نگران است. خیلی ما نیاز داریم فورا وارد مرحله نهایی شویم. این هم خبری بود که در پایان برنامه، و با خبری خوش شادمانم که این برنامه رو به پایان میبرم. یار و دوست وفادار، فداکار، مهربان، گرامی بانو کردی عزیزم، 500 دلار اعلام مچ کردند. با درود به بانو صفاری نازنین و دلاور و امید که یاران بیشتر بپیوندند و این تنها سنگر روشنگری را پشتیبانی کنند. من مسلمان نیستم، ایرانیم. درود بر شما بانو کردی عزیزم، یار و یاور گرامی من، یکی از ستونهای اصلی ماندگاری این سنگر تا همکنون. یاران چندی که با سنگر بیداری ماندند، فرقی نمی کند. ما یارانی داریم با 5 دلار هر ماه سنگر رو پشتیبانی کردند، با 10 دلار، با 15 دلار، با 100 دلار، با 200 دلار، با 30 دلار. مهم ماندگاری یاران است. ماندگاری آنها هم نه به اون عنوان که من را دوست داشته باشند یا قبول داشته باشند و یا هر چیز دیگر. همه ما برای میهنمان هستیم. من در اینجا سربازی میکنم در این سنگر و شما این سنگر را تدارکاتش را فراهم میآورید که من بتوانم سخنان شما را، پیام شما یاران را، همه همدلان و هممیهنان را به هممیهنان گرفتارمان برسانیم. سپاسگزارم بانو کردی نازنینم. پایان هفته من رو اندکی آرامش بخشیدید. یک جهان سپاسگزارم. امیدوارم در این 3-4 روز آینده تا 3 شنبه یارانی باشند که در این فاصله پاسخ بزرگ مهری بانو کردی عزیزم رو که 500 دلار اعلام مچ کردن بدهند. و مچ عزیزان می دانید با دیگر یاری ها متفاوت است. مچ به این معناست که چند تن از یاران برابر مچی که یار ما اعلام کردند به سنگر یاری می رسانند. آنگاه ما می توانیم مچ اعلام شده از سوی یا نازنین یارمان که این بار بانو کردی عزیزم هست رو هم داشته باشیم. یک جهان سپاس دارم به بانو کردی نازنین و گلم، به بانو کارمن عزیز و کتبان منوچهر عزیز و نازنینم، به سرباز میهن فداکار و یار و یاور همیشگیمان، و به ویژه شادمانم و درود به بانو پردیس عزیزم که به جمع یاران سنگر بیداری پیوستند به عنوان یاری ماهانه. سپاسگزارم. جاوید ایران، پاینده ایران،
زنده باد ایران، بیدار پایدار پیروز، دلاور فرزندان نترس میهن پرست. دشمن سوز و اهریمن سوز یعنی اسلام سوز، فرزندان نیک شاهنشاه کوروش بزرگ هخامنشی.